سلام، امیدوارم عالی باشی. نهمین روز، نهار نهم، شوید پلو با تون ماهی. ولی یه سری تکنیک های کوچیک داره. این غذا خیلی خیلی سریع آماده میشه، ولی یه نکات خیلی کوچیک داره. رعایت بکنین، یک شوید پلو خیلی خوشمزه درست میکنین. حالا دوست داشتین کنارش مرغ میذارین، میتونین ماهی بذارین یا تون ماهی. این غذا رو میخوایم سرعتش رو بالاتر ببریم، برای همین من از تون ماهی استفاده میکنم. عرض کردم میتونین هر گزینه دیگه ای در کنارش میتونین بذارین. نکته اول، اول آبو میذارین جوش بیاد. آب که به جوش رسید، در قابل مر میذاریم کنار و توی مرحله اول یه حب سیر درشت توی آب برنجتون شما رنده میکنی. سیر رو که رنده کردم، اجازه میدم یه چند لحظه بمونه. دربش رو میذارم، چند ثانیه بمونه کافیه. چرا این کار کردیم؟ ببینید، سیر رو زمانی که رنده کردیم، مثل شیویت پلوتون، سبزی پلو، اینجور غذاها که میخواین داخلش سیر داشته باشه، حالا بعضی ها هستن نمیزنم، من خودم شخصا این کار رو میکنم، با این تکنیک هم میزنم و تا حالا برای هر کسی که زدم گفته این خوشمزه تری مثلا شیویت پلو یا سبزی پلوی بوده که خورده. چرا؟ چون من سیر رو داخل خود آب برنج رنده میکنم، یه چند ثانیه که گذشت مثل الان اون عطر رو طعمش رو به آب برنج میده. و وقتی شما برنج رو بهش اضافه میکنید، برنجی که من از قبل خیسش کردم، شستمش، حتما این نکته رو رعایت بکنید. برنج رو حتما بشورین، چون که برنج حاوی آرسنیکه و حتما بعد حداقل بین 3 تا 5 مرتبه شسته بشه. با نمک یه مقدار خیسش کردم، میریزم داخل آب برنج. دما رو یه مقدار افزایش میدم. میریم سر نکته بعد. نکته بعدمون، ما اینجا به دو تا حالت میرسیم. هم میتونم شوید خشکمونو این لحظه اضافه کنم. اگر شوید خشک خواستم اضافه کنم، حدود 30 گرم بعد اضافه بکنم. اگر شوید تازه خواستم استفاده بکنم یا لابلاش بریزم، حدود 100 گرمه. حالا دو تا حالتش، هم میتونم داخل آب بریزم، هم زمانی که من میتونم برنج سفید رو پخته بکنم لابلای برنجم بزنم. این تکنیک میشه رستورانی، وقتی شما برنج سفید رو توی حجم بالا درست میکنین، لابلاش حالا میتونین شوید بزنین، سبزی پلو بریزین، اسفناج بریزین، هر گزینه دیگه که دوست دارین. اسفناج هم خیلی خوب میشه، ولی شما اینجا میخوایم تکنیک خانگی رو استفاده کنیم. یه مقدار که برنجمون خودشو کشید به سمت بالا، من شوید‌های خشک و آروم آروم بهش اضافه میکنم. برنجم که به اون مرحله رسید، میرم برای آبکش کردنش. خیلی خیلی راحته این غذا. یعنی از راحتیش هرچی بگم کم گفتم. در مورد تون ماهی هم دو تا حالت داره. شما هم میتونین این تون ماهیتون رو توی ظرف بذارین، یه مقدار گرم بشه، داخل آب جوش بذارین گرم بشه. نکته بعدی، میتونی هم داخل یک دونه تابه یک مقداری تفتش بدین. این کاملا سلیقه‌ایه و دست شماست. من به یک شکل دوست دارم. من اصلا نمیخوام نظرم رو تو این ویدیوها به شما تحمیل بکنم. خیلی خوشحال میشم که شما متفاوت باشین. ببینین، غذا یه سری اصول داره، اون اصولا بحثش جداست. یه سری هست خلاقیت. من خیلی خوشحال میشم که یک آشپز خلاقیت خیلی بالایی داشته باشه و به همون نسبت هم میتونه غذاهای متفاوت تری رو درست بکنه، به شرط اینکه خلاقیتتون توی اون حوزه باشه، نه اینکه یه دفعه یه کار عجیب غریبی بکنه. بعضی موقع میشه یه کارهای عجیب غریبی کرد، غذاهای خوبی هم میشه درست کرد، ولی اون کار یک شف درجه یک، یه شفی که سالها تجربه داره. بهتر که با همین سری اصول پیش بریم. یه مقدار که تمرین کردین، این تکرار و تمرینه باعث میشه که بتونین در آینده غذاهای متفاوت تری درست بکنین. این پیشنهاد منه به شما. حالا آرام آرام شیویدای خشکم رو بهش اضافه میکنم. من فکر میکنم اگر این کار رو انجام بدین، یعنی توی آب برنجتون بریزین،
باعث میشه که هم برنج رنگ خیلی بهتری پیدا کنه، مزه ها خیلی درگیرتر و بهتر میشه. و خودم هم بعضی موقع هستش که مثلا دارم میام تکنیک رستورانی میزنیم، چون حجم بالا برنج زده میشه، برنج سفیدو میزنیم، میذاریمش کنار قبل از دم. حالا اگر بر حسب سفارش مشتری اون لحظه میتونیم سریع مثلا دارم میگم شیویت پلوش بکنیم، ولی اینجا نما خانگیه و اون مزه بی‌نظیر رو من دنبالشم. پس من شیویت رو میریزم قاطی برنج. این مقدار همش میزنم آروم، نباید برنجمون بشکنه، اینو باید رعایت بکنیم. تمام تلاشم میکنم یک ویدیویی بسازم، چون یه تکنیکی من دارم توی درست کردن برنج که با لیسک این تکنیک رو انجام میدم و بهتون آموزش میدم چطور لیسک رو وارد از این لیسک های پلاستیکی رو وارد آب برنجتون بکنین، چه اتفاقی میفته و بر اساس ارتعاشی که این دانه های برنج به دستتون میده دقیق میتونی متوجه بشین که برنجتون تو چه مرحله‌ای قرار داره. و اگر این تکنیکو یکی دو مرتبه تمرین بکنید دستتون بیاد، دیگه بهتون قول میدم چه برای 1000 نفر درست بکنید چه برای 1 نفر، دیگه خداحافظی میکنیم با شفته شدن برنجتون. اونو آموزش میدم بهتون تو پیج اینستامون میذارم. حالا میذاریم دیگه مرحله پخت برنجمون انجامش. خب ببین من شیویت پلوها رو گذاشتم پختش انجام شده، حالا دم کشید، میریم برای ارائهش. میخوام یکم ارائهش رو متفاوت بکنم. تو یک دونه کاسهی که من دارم یک کاسه کوچیکتر قرار میدم، ولی بالعکس. ببین این کاسه منه، این کاسه کوچیکتر رو بالعکسش قرار میدم، اینجوری میذارم داخلش. شروع میکنم به کشیدن برنجم. خیلی بوی خوبی میده وقتی سیر رو تو مرحله که میخوان برنجتون رو پخته بکنین داخل شیویت پلوتون میریزین، فوق العاده میشه، بوش بی نظیر میشه. یعنی از بوش هرچی بهتون بگم کم گفتم. میدم که این کامل بغل این کاسه کوچیک من پر بشه. شیویت پلو عسلی شد. اینو مخصوصا برای مهمانیاتون این کارو بکنی خیلی خوشگل میشه. این مرحله که رسید
یه بشقابو میذارم روش، کامل برش میکردونم. حالا ببینیم چی میشه. ببین این کاسه باعث شده که یک فضای خالی اینجا ایجاد بشه. من اینجا هم بذارمش که شما کاملا دقیق ببینینش. ببین کاسه باعث شده که فضای خالی اینجا ایجاد بشه. حالا من میتونم هم داخل این بریزم، هم اینو خارج بکنم. این فضای درست شد. حالا من تونه ماهیامو به داخل این فضا انتقالشون میدم. خیلی ارائه خوبی میشه. هم خیلی خوبه، هم خیلی متفاوته. شخصی هم که براش درست میکنین لذت کامل رو میبره. من یک عقیده ای دارم، میگم زمانی ما میتونیم به اون نتیجه کارمون برسیم و اون خستگی درست کردن یک غذا از تنمون بیرون بیاد، زمانیه که شخص رو، زمانی که غذا رو جلوش میذاریم سری گوشیشو در بیاره و عکس بگیره. این خیلی حس خوبی میده. یعنی اون ارائه اون غذا، جدا از اینکه اون غذاتون 100% همه خیلی خوبی داره، ارائه خیلی خوبی هم داشته. این غذا تقدیم به شما. نوش جان کنید.